جمعی از پناهجویان ساکن اندونزی در اعتراض به روند طولانی رسیدگی به پروندهشان مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جاکارتا تجمع کردند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کند. تجمع اعتراض مهاجران در اندونزی برای رسیدگی هرچه سریعتر سازمان ملل به امور آنها انجام شد. صدها پناهجوی اهل افغانستان و دیگر پناهجویان ساکن اندونزی در مقابل دفتر آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در جاکارتا تجمع کردند و از این نهاد خواستند تا اسکان مجدد آنها را تسریع بخشند. این معترضان در تجمع خود به قطع شدن کمک های مالیشان اعتراض کردند آنها میگویند که در ماه اخیر تنها افرادی که بیمار یا بسیار نیازمند بودند از کمک های سازمان ملل برخوردار میشدند. یکی از این مهاجران گفته است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل پس از انجام توضیح نقدی ماه جوییه پیامی ارسال کرده که در آن آمده است به دلیل محدودیت های بودجه کمک های مالی در سال جاری ادامه نمی وی در ادامه افزود که بسیاری از پناهجویان در اندونزی بدون داشتن حقوق اولیه انسانی مثل اجاره کار یا تحصیل بیش از ده سال بی سرنوشت رها شدند. پناهجویان معترض در تجمع مقابل دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بنرهای بزرگی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود خانواده های ما در خطر هستند لطفا همین الان اقدام کنید و آوارگان را مجددا اسکان دهید و جانها را نجات دهید در اعتراض مهاجران در اندونزی تعدادی از کودکان پناهجو به تجمع پیوستند و بنرهایی در دست داشتند گفتنی است که اندونزی عضو کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل نیست و دولت به پناهجویان اجازه کار یا دسترسی به مدارس یا بیمارستان های دولتی را نمی دهد. این کشور توسط کشورهایی مانند مالزی، تایلند و استرالیا احاطه شده است که میزبان تعداد زیادی از پناهجویان و پناهندگان هستند در دسامبر 2020 تقریبا چهارده هزار پناهجو از پنجاه کشور در اندونزی ثبت نام کردند که بیشتر آنها پناهجویان اهل افغانستان بودند بسیاری از پناهجویان به عنوان نقطه پرش به اندونزی گریختند تا با قایق به استرالیا برسند از سال 2013 دو دولت استرالیا مهاجران را که با کشتی هایی را که اغلب به سختی قابل دریا نوردی هستند به آبهای اندونزی بازگردانده است.